سلام بر شما. مردم افغانستان پس از ایجاد نظام سیاسی جدید در افغانستان برای بار سوم رفتند تا نمایندگان خود را در مجلس نمایندگان انتخاب کنند. برای بار نخست امروز ساعت 7 صبح دقیقا رئیس جمهور افغانستان رئیس جمهور غنی رفت و از رای خود استفاده کرد و این پروسه ملی را آغاز کرد. گزارش ها می رساند که پروسه رایدهی شاید در بعض از مراکز تمدید شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر مشکلات موجود در این پروسه از مردم افغانستان معذرت خواهی کرد. اما کمیسیون سم شکایت افغانستان میآید و میگوید که مشکلات جدی در این پروسه وجود داشت و باید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانی را مدیریت میکرد. قرار است فردا هم در 360 مرکز انتخابات برگزار شود برای یعنی روز دوم. و شما بیننده برنامه ویژه از طریق رادیوی آریانا، رادیوی آریانا نیوز، تلویزیون آریانا نیوز، تلویزیون آریانا هستید و این برنامه امروز ساعت 6 صبح 6:30 صبح آغاز شد و قرار است ادامه پیدا کند. موضوعات بحث ما این است، مهمان داریم در برنامه آقای انجینیر سید محمد روحانی عضو مشاور ارشد جبهه ملی نوین افغانستان و خانم مریم محمدیان استاد دانشگاه. از طریق اسکایپ با آقای نقیب الله فایق والی ولایت فریام چرام بحث خواهیم داشت و آقای اسمت الله جمهوریتوال عضو شورای ولایتی غزنی نیز بحث خواهیم داشت. آقای روحانی سلام، به برنامه ما خوش آمدید و خانم مریم شما به برنامه خوش آمدید. آقای روحانی از دید شما وضعیت انتخابات امروز چگونه بود؟ در ارزیابی شما تاکنون از انتخابات 97 چی است؟ انتخابات مجلس نمایندگان. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها فإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل صدق الله العلي العظيم. محترم تاسوتا أو محترم خورتا أو دي أريانيا تلویزون طولو لدنكو أو ردنكو وكاركونكو تا دي زلو لكم يو احترامات راندكم. محترم منغا مخكم دا ورطا پیشنهاد کرده وچي دي انتخابات كميسون تا وحتى حكومت تا حتى نور و عزاو تا چې دا یو تخنیکی ستونزې موږ مخامخ کیږو، هغه د بیومټریک مسله ده. دا چې انتخابات دوه هفتې وروسته شوي وی دا به ډېره بهتره وه نسبت هوښ چې بعضې ځایونو ته موږ ته اطلاعات راځي چې بیخي بیومټریک وجود نه لري او په عین وخت کې په مرکز کې په بیومټریک باندې خصوصا په دا نوې انفارمیشن ټکنالوژي باندې خلک بلد نه دي، په دغه اساس خلک له ستونزو سره مخامخ دي. مګر په بعضې مرکزو کې چې دلته په کابل کې دي تقریبا یو 4-5 مرکز وي کېدای سي هغوی ستونزې ونه لري، مګر موږ په افغانستان کې تقریبا 95% په انفارمیشن ټکنالوژي حتی په کمپیوټر حتی په یو عادي موبایل باندې بلد نه یو. موږ ورته تقاضا کړې امین موضوع را کمیسیون سم شکایت افغانستان همچنان بیان کرد که در بعضی از مراکز رایدهی دستگاه بایومتریک یا نبود و یا اگر بود هم فعال نبود. په دغه اساس باندې موږ وایو په خپله زما ماستری له ټیلی کمیونیکیشن ملیزیا نه ده، موږ وایو چې په انفارمیشن ټکنالوژي یا په دغه وسایلو تخنیکی چې دی د بیومیټریک دی دا د افغانستان خلک بلد نه دي، دا له جرمني نه راځي. حداقل دوی ته دوه هفتې ټریننګ ورکړی شوی هم په مرکز هم په ولایتو کې، او هم هغه کسان چې کوم کاندیدات دي هغوی خپلو کسانو ته ناظرینو ته د دوی دغه ټریننګ ورکړی شوی وی، له هغې نه پس به ډیر ښه وو. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې تاسو ګورئ سعیده موږ ډیر خوشحاله یو د امنیتي ارګانونه چې الحمدلله فضا امنیتي نسبتا ډیره ښه ده نسبت نورو کالونو ته. بله یو مشکل د انتخاباتو د کمیسیون دا ده چې په انتخاباتو کې دننه موږ نیوکه کوو چې مدیریت سم نه ده. مدیریت دا ده چې مدیریت د انتخاباتو تاسو وګورئ رئیس د انتخاباتو د کمیسیون یو کس ده چې هغه شریعت لوستلی دي، باید په دغه کې داسې یو کس وای چې هغه ماستری یا دکتورا لرلی په بزنس ادمنستریشن کې یا اداره کې، یا داسې اړوند کسان وای چې هغوی په اداره او منیجمنت باندې ښه بلد وو. بل دغه کس په خپله رئیس د کمیسیون د انتخاباتو چې ده په خپله زما دوست هم د سیاد صاحب، مګر دا له میس نه فارغي راسن رئیس د انتخاباتو کې. دغسې نور کسان هم دي کمیشنران دي چې مسلکي کسان نه دي. موږ په حکومت باندې مسلکي نیوکه لرو چې تاسو په اوس او په آینده کې تاسو مسلکي کسان راولئ، ځکه چې الله تاسو ته امر کوي ان الله یأمرکم ان تودوا الامانات الى اهلها، الله تاسو ته امر کوي چې کار اهل کار ته وسپارئ، اهل دي الى
علم ته وسپاري په دغه اساس باندې موږ شفافیت د کار رامنځته سي په دغه اساس باندې زموږ دغه ورونه او خویندې چې نن سبا رایه ورکوي چې لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له نشته هغه لره ایمان چې امانت ساتونکی نه وي دا رایه زموږ امانت ده چې موږ په خلکو حکومت باندې اعتبار وکي او په عین وخت کې امانت ساتونکی باید دوی امانت وساتي تر څو دغه اعتبار د حکومت او د خلکو په منځ کې منځته راشي شفافیت رامنځته شي او تخنیکي ستونزې حل شي او زموږ او د خلکو په منځ کې او نړیوالو ته دا اعتبار وکړي چې د افغانستان ټول ټاکنې یا انتخابات شفاف دي او عادلانه دي. حالا محمدیان چقدر هماهنگی میان دو کمیسیون، کمیسیون سهم شکایت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وجود داشت؟ با توجه به این مسئله که کمیسیون سهم شکایت افغانستان آمد دقیقا گفت در کنفرانس مطبوعاتی گفته که ما نگرانی های خود با کمیسیون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شریک کرده بودیم ولی به نگرانی های ما اونقدر توجه نشد. درست است. من سلام عرض میکنم ولی خدمت شما، خدمت تمام بینندگان عزیز. خب متاسفانه ما در این قسمت یک کمبودی را مشاهده میکنیم، یک کاستی وجود داره که تمهیدات از این البته با اون چیزی که در رابطه با انتخابات از قبل پیش بینی شده بود و این ناهماهنگی خود نشان از بی برنامگی هست و اگر این برنامه ریزی مشخصا اعمال میشد و تطبیق میشد متاسفانه ما شاهد از این بی نظمی که امروز به وجود آمد و بسیار هم باعث دل سرد شدن و مایوس شدن تعداد زیادی از هموطنان ما میشد در حوزه های رای دهی که خود من شاهد از این بودم که تقریبا در شاید تا ساعت های 11 یا ساعت 10 هنوز برخی از مراکز انتخاباتی اصلا مواد به اینا نرسیده بود و اگر این بین این مسئله وجود داشته و این ابراز نگرانی از سوی کمیسیون سهم شکایت و کمیسیون مستقل انتخابات یعنی اگر برایشان گفته شده بوده و این انجام نشده خب این هم یک جای بحث داره و یک نقطه بسیار مهم هست و دقیقا قبل از اینکه انتخابات برگزار شود و این پروسه دقیقا آغاز شود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آمد اعلان کرد که ما آمادگی کامل داریم. پس چه شد اون آمادگی کامل که امروز کمیسیون سهم شکایت میاد در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود میگه که این پروسه با مشکل مواجه است و پروسه انتخابات به خوبی مدیریت نشده و مشکلات زیاد وجود دارد؟ بله ببینید ما در اون چیزی که در قانون اساسی مشخص شده 120 روز قبل حوزه ها مشخص میشه حوزه های انتخاباتی و اگر ما این فاصله زمانی رو ما بخوایم مد نظر بگیریم فاصله زمانی که وجود داشته در 120 روز و این آمادگی هایی که باید کمیسیون میگرفته در صورتی که ما هم از طرف مواد هم از طرف انتخاب ناظرهای انتخاباتی ما خب یک شفافیتی را میخواستیم و انتظار داشتیم که او متاسفانه از طرف او میتونیم بگیم که مواد انتخاباتی چون در بسیاری از مراکز رایدهی و چیزی که ما و بعضی از دوستای ما مرده جریان ماندن این بود که حتی در بعضی از حوزه ها تا ساعت 12 بجه تا حرف ری رسیده بود برشان این بسیار یک مسئله کلان هست و بعد از اون میگفت که بعد از ساعت یعنی بعد از چاشت ما بر ما میرسه این خو یک نقص بسیار کلان هست که یعنی برنامه‌ریزی دقیق نشده برنامه‌ریزی درست نشده وجود نداره برنامه‌ریزی درست وجود نداشته که مثلا ما خب بحث اصلی ما در انتخابات مواد هست وقتی که یک کسی که میخواد رای بده وقتی که با مواد روبرو نباشه با مواد در اختیار نداشته باشه چه قسمی رای ده پروسه انتخابات ما شفاف تصور کنیم واقعا این مسئله جای بحث است و بسیار یک موزل کلان هست. تشکر آقای روحانی. کمیسیون سهم شکایت میگه که معلومات ارزیابی کمیسیون سهم شکایت انتخابات افغانستان نشان میدهد که مشکلات غیر اغماز در انتخابات افغانستان در این پروسه وجود داشته و وجود دارد. فکر میکنید که حالا مسئول کی است از دید شما؟ زما په نظر باندې موږ باید شفافیت د کار وکړو په دې کې خارجیان هم مسئولیت لري ځکه چې خپل امریکا ناتو او بریتانیا او جرمنی پویږي چې د افغانستان خلک په بیومیټریک باندې نه پویږي په افغانستان کې پایټي باندې خلک نه پویږي او په خپل دی ان ډی پی دی نما مشکل ده او په عین وخت کې د ریاست جمهوریت خصوصا د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی باید دوی ورته وویل شي چې دا دوه جمعې باید موږ ټریننګ ورکو که دا ټریننګ ورته ورنکړی شي د افغانستان خلک خصوصا په کابل کې خو ماشاءالله یو 50% پوهیږي 50% هغه 50% خلک چې دولسم یا لیسانس یې ویلی په بایومیټریک باندې نه پوهیږي اما یک موضوع دیگه است اینکه خواست اعضاب در خند به کارگری بایومیتریک بود و همچنان اینکه مدیریت انتخابات در دست خارجی هاست یا خیر یا این افغان هاست که باید انتخابات با پروسه ملی را انتخابات تاسو په خپل پوهیږي محترمه چې په افغانستان کې حزبونه قومي نه دي حزبونه فامیلی دي یعنی د استاد صاحب چې مرشي زوی به مشر وي
پیر صاحب چې مړ شو زوی مشر شو، استاد رباني چې مړ شو زوی مشر شو، په افغانستان کې حزبونه فامیلی دی، هغه خپل فامیل ته کار کوي، چې د خپل فامیل زوی پکې مقرر شي په پارلمان کې راشي، نور د ملت غم ورسره نشته. مګر موږ مسلکي کسان، موږ هغه کسان چې ملت را سره غم ده، موږ افغانستان جوړو، له خارجیانو سره ښه روابط غواړو، موږ غواړو چې خارجیان هم په دې کې دروغ نه شي، ناتو هم په کې دروغ نه شي، بریتانیا، امریکا او په عین وخت کې موږ یو ښه کمیسون ولرو، ښه رئیس جمهور ولرو، زموږ روابط ولې خرابوي؟ دا فعلي حکومت ولې زموږ روابط له امریکا سره خرابوي؟ ولې بریتانیا سره خرابوي؟ ولې جرمني سره خرابوي؟ موږ غواړو چې مشخص شو. مسؤول عزیز شما کی است؟ په دې کې مشخص مسؤول ډاکټر اشرف غنی ده، ډاکټر عبدالله ده، او کمیسون ده، او په عین وخت کې جرمني هم ده. جرمني ځکه ده چې ولې ته دته ټریننګ باید ورکړي، صرف موږ ته اله راوړې، د الی ټریننګ موږ ته نه راکوي. تشکر آقای روحانی. بینندههای عزیز، آقای نقیب الله فائق والی ولایت فاریاب از طریق اسکای با ما هستند. آقای والی سلام به شما. آخرین جزئیات از پروسه ملی چی است؟ تشکر از شما و سلام بر همه مردم افغانستان. امیل ازی که ما از فاریاب با شما در تماس هستم، اول از نظر امنیتی با وجود که اینجا مشکلات امنیتی فراوان وجود داره، هیچ نوع انفجاری، هیچ نوع انتحاری در هیچ سایتی و در هیچ نقطه صورت نگرفته، فقط در بعضی از ولسوالی‌ها طالب ها حملات پراگنده داشتن و ما فکر میکنم که تامی لحظه یکی از بهترین و امنترین انتخابات را ما داشتیم. این در قسمت امنیت و در قسمت حضور مردم با وجود که تهدیدات فراوان از طرف طالب ها وجود داشت، با وجود از او هم در ولسوالی های انخوی، شهر میمنه و بعضی از ولسوالی ها مردم بسیار گسترده اشتراک کردن، اما در بعضی از ولسوالی ها چون طالبان راه ها را مسدود ساخته بودن، ما با مشکلات هم مواجه بودیم و مردم نتونستن در اون مناطق رای بدن. از حضور مردم در انتخابات بیان بگوین آقای فایق، چقدر مردم در این پروسه ملی اشتراک کردن و چقدر از حق رای خود اینا استفاده کردن؟ متاسفانه از ابتدا هم که استیکرها چند ماه قبل در اینجا زده شده بود، در اون قسمت هم فاریاب کمترین رای را نسبت به سالهای گذشته داشت که مناطقش بیشتر سقوط بود و در این پیز در قسمت از اینکه امروز انتخابات برگزار شد، باز هم نظر به تهدیدات مردم اشتراک کردن، همیل از هم سایت ها پر است. اما ما میتونم بگویم که نظر به سالهای گذشته اقرار میداریم که حضور مردم کمتر بوده و خیلی از مردم از حق قانونیشان استفاده کرده نتانستن. اما باج در میقدر تهدیداتی که در فاریاب است، اینکه مردم باز رفتن، خصوصا مادرها، خواهرها، بازی یک خبر خوش هم میتونه که در یک ولایت ناامن حساب شود. آقای فائق، شما گفتین که مشکلات امنیتی جدی وجود نداشت، اما بیاین بالای مشکلات تکنیکی در این پروسه وجود داشت یا خیر مشخص در ولایت فاریاب؟ مشخصا با وجود که جگه هماهنگی خوب صورت میگیره، لحظه بلحظه یک سوقی داره وجود داره، کمیسیون های انتخاباتی، هر دو کمیسیون و همچنان نیروهای امنیتی مسئولینش وجود داره، بلی ما میپذیریم که با وجود که مواد انتخاباتی در وقت در ساعت معینه و در روزهای معینه در ولسوالی ها رسیده بود، مشکل بایومتریک کم در اینجا مثل سایر ولایت وجود داشت و در این حال در کتاب ثبت نام رای دهندگانی تغییرات وجود داشت و ما در یک سایت ها رفتم، خانم ها بر ما میگفتن که این ما در می سایت خود ثبت نام کرده بودیم، حال نام ما در اینجا وجود نداره. بعدا ما ای را با کمیسیون در جریان گذاشتیم که این مسئله حل شد، اما ما چند ساعت از دست دادیم، ولی این دو مشکل در اینجا هم وجود داشتن. دقیق، شما اشاره کردین که چند ساعت هم از دست دادیم، آیا پروسه رای دهی در ولایت فاریاب تمدید شده یا خیر؟ در اینجا ما به سوق اداره هستیم و ما بر تمام ولسوالی ها و شهر هدایت دادیم، در صورتی که بعد از ساعت 4 و 4 نیم اگر مردم حضور داشته باشند این را دوام بتین تا هر ساعتی از شب، میتونه که ساعت 7 باشه، 8 باشه، این را ما دوام میتیم، میخواهیم که این مسئله را جبران بکنیم. آقای فائق، از تقلب و تخطی و تخلف بیاین بگوین، چیزش وجود داشته یا خیر؟ آیا اسناد شواهد به وجود آمده یا خیر؟ در گذشته ها نه تنها در فاریاب بلکه در سایر ولایت ها، من نمی فهم کال در دیگه ولایت ها چگونه است، یک حکومتی که حالا ایجاد شده، این حکومت موازی نداره، این دیگه زورمند و قلدری
دیگه وجود نداره، هیچ قماندانی زورمندی وجود نداره که مردم را وادار کنه که برای را به یک کسی دیگه پرته. این چیزها را ما از بین برداشتگی استیم، یک حکومت واحد مقتدر وجود داره. از این بابت هیچ زورگیری در سطح ولایت فاریاب وجود نداره و از این بابت ما اطمینان میتونم، از این بابت شکایت وجود نداره. اما میتونه که ناظرین با هم دیگه در جنجال و کلمکل هستن، میشه که بعضی شکایت های خرد کوچک ثبت شده باشه و هایی را اطمینان میتونیم که امروز چندین ولسوالی فاریاب ارتباط آنتنا قطع است و ما از طریق مخابره در تماس هستیم. در اونجا که اگر تقلبایی که در اینجا اگر صورت گرفته باشه، مطمئن باشن که ما توانایی را داریم که کل رایا را قرنطین بکنیم و کمیسیون شکایتی آمادگی را داره. تشکر آقای فایق. بنی های عزیز، آقای نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب بودن که از طریق اسکای با ما وصل شده بودن. والا برمیگردیم به استودیو و آقای روحانی. مشخص به سوال قبلی خود برمیگردیم که پاسخ نیمه مانده بود، مسئول اساسی عزیز شما کی بود؟ مسئول اساسی دیدی پخپله دکتر عبدالله ده، دکتر اشرف غنی ده، کمیسون ده، و هغه دی کمیسون کمزوری کمیشنران دی سی پل زرگونو ډالر اخلي او په عین وخت کې کارمندان دي، ورپسې ناتو ده، ورپسې خپله ای سافته، ور په خپله جرمني پکې ډیر جرمني به وایي چې زه تا ته ډالر راوړم خو دی باید ټریننګ درکم، صرف په موږ باندې اله مه پلوره، موږ ته ټریننګ هم راکه. افغانستان داسې یو یا فکر میکنید که چنین خواست از طرف حکومت افغانستان هم صورت گرفته بود؟ کاشکې د افغانستان په حکومت کې فدیفیلي حکومت کې چې ډېر ضعیف حکومت ده، په دوی د دې ظرفیت او کپیسیټي نه لري. هغوی دا فکر کوي چې ماشین راغی نو دغه ده، خلک خو ماشین نه دي. پس چرا شکایت از خارجی ها در حالی که مدیریت انتخابات در دست افغانان؟ ولی خارجیان دوی ته مثلا دیدی کومک ورکوي، مرسته ورسره کوي، بسپنه ورسره کوي، تمیل کوي، ولی دغه برنامه ټریننګ نه ورکوي؟ هغوی خو بل باید ټریننګ ورکي. هغوی پیږي چې دا کپیسیټي نه لري، نه ډاکټر عبدالله لري، نه اشرف غنی لري، او نه کمیسون لري. ځکه چې کمیسون راوړل شوی ده او اختیار شوی ده، کمیسون داسې نه خپلواک نه ده، دا هیڅ ورته خپلواک نه وایم، دې ته وایم بیواک. از طرف دکتر عبدالله، از طرف اشرف غنی جور شده، از او انترویو گرفته شده، وقتی که از او انترویو گرفته شده امونجا مقرر شده، کمیسیونی دکتر عبدالله دکتر اشرف غنی است. حالا محمدیان، خب برای کمیسیون سم شکایت میگه که برگزاری درست به موقع شفاف همگانی و سراسری انتخابات جزء از وظایف کمیسیون انتخاباتی افغانستان است. چقدر این وظایف قانونی خود اینا انجام دادن تا کنون؟ البته روز انتخابات درست است. ببینید، با توجه به چیزی که مسئولیت کمیسیون سم شکایات این مسئولیت داشته و او چیزی که شاید از طرف مردم و یا سایر ارگان های مربوط به آنها رسیده در رابطه با او مشکلات تکنیکی که در ارتباط با انتخابات وجود داشته، خب من فکر میکنم که تا یک حد زیادی کمیسیون سهم شکایات در اینجا مسئول هسته که باید به این رسیدگی کنه، به این مشکلاتی که وجود داره، چه او را به صورت ای که میخواید تمدید بسازه پروسه رای گیری را و او چیزی که کمیسیون سهم شکایات یا کمیسیون مستقل انتخابات کدام یک؟ خب کمیسیون سهم شکایات مشکلات میشنوه، تصمیم گیری میکنه، میتونه که جلسات فوری برگزار کنه امرای کمیسیون مستقل انتخابات و حالی که فعلا تا اینقدر مدتی که اینها وقت داشتن و نتونستن این پروسه را به صورت دقیق یعنی امروز عملیاتی بسازن، من فکر میکنم که حداقل بیاین که در یکی دو روز با همکاری هم کمیسیون سهم شکایت در قسمت شنیدن شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات در جهت تصمیم گیری که در نهایت چی میخواین بکنن در ظرف از یک روز باقی مانده یا یک و چند ساعت که باقی مانده، حداقل پروسه مفیدتری را برای مردم عملی بسازن. بنده های عزیز، آقای رفی صدیقی همکار ما از ولایت لوگر با ما هستند. آقای صدیقی سلام، آخرین جزئیات از ولایت لوگر چی است؟ بفرمایید. سلام با شما و با بیننده ها. ولایت لوگر هم مانند ولایت های دیگر افغانستان شاهد برگزاری انتخابات بود و 34 مرکز رای دهی در 6 ولسوالی ولایت برای کسایی که رای می دادند باز بود. حدودا نزدیک به 130 هزار تن به شمول 15 هزار خانم خود از ثبت نام کرده بودند به خاطر رای دادن به کاندید دلخواهشان، هرچند چالش های در برخی از مراکز رای دهی از جمله نبود مواد اساس انتخاباتی و نبود برگه های رای دهی وجود داشت، اما با آن هم این مشکل تا اندازه رفع شد. در برخی از مراکز حتی روند رای دهی تا ساعت 10 آغاز شد و بر بنیاد گفته های مسئولان کمیسیون انتخابات ولایت لوگر
قرار است روان تمدید شود تا مردم میتونن تا ساعت 7 تا 8 بیاین به پای صندوق های رای و به کاندید دلخواهشان رای بدن. در کل تهدیدات امنیتی وجود داشتند، با هم تدابیر گرفته شده بود و انتخابات ولایت لوگر به گونه نسبی خوبتر و بهتر برگزار شد. بله، شکایت از دستگاه بایومتریک بود. در ولایت لوگر هم چنین چیزی وجود داشت یا خیر، چون از ولایت دیگر حتی از کابل هم در این مورد شکایت وجود داشت؟ دقیقاً روند با یک چالش زا شد کسایی که رای میدادن و حتی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هم به این سیستم بایومتریک بلدیت آشنایی کامل نداشتن، به این علت با تاخیر برگزار شد و حتی گفته میشه برخی کسا بدون بایومتریک رای خود استعمال کردن، چون سیستم بایومتریک بعضی از کارمندان خود که مراکز رایدهی بلد نبودن. مشکلات در کل وجود داشت، اما با هم انتخابات که مردم مورد قناعت مردم باشه برگزار شده دیده شده که نتیجه انتخابات در ولایت لوگر چگونه خواهد بود بعد از شمارش آرا، همو تقلب و موارد تخطی ها انتخاباتی که صورت گرفته او برملا خواهد شد. مردم چی میگفتن؟ آیا تخلف، تخطی و تقلب وجود داشت یا خیر؟ تقلب در روند رایدهی وجود نداشت، اما برخی از مراکز رفتن و مردم هشدار دادن که شما به کاندید مورد نظر از اونها رای بدین. این شکایت ها ما از مردم شنیدیم، اما در کل میزان تقلب گسترده نبوده و بسیار هم سطح پایین خواهد داشت در ولایت لوگر. تشکر. نهای عزیز، آقای رفیع صدیقی از ولایت لوگر همکار ما بودند که آخرین جزئیات دخن با ما شریک ساخته. خانم احمدیان، قرار است فردا در 360 مرکز انتخابات برگزار شود، یعنی فردا هم تمدید شد. فکر میکنید که انتخابات فردا تفاوت داشته باشد با انتخابات امروز یا خیر؟ خب امروز تا یک حدی هم کمیسیون انتخابات و هم مردم شاهد او مشکلاتی که وجود داشت بودند. اگر ظرف این مدتی که باقی مانده تا فردا ای را بتوانن حل بسازن این مشکلات را، که من فکر نمی کنم زمانی که اینقدر زمان وقتی که در اختیارشان بود و نتونستن این مشکل را حل بسازن، فکر نمی کنم که ظرف امروز یا فردا شوه که. اما ما امیدوار هستیم که حداقل فردا پروسه رای دهی که در این مراکزی که اعلام شده برگزار شود، انشالله که این مشکلاتی که با وجود آمده اینها تا یک حدی رفع شود.